و ویروس دولتی سازی متاسفانه در کشور ما گسترش پیدا کرده در مردها رسوخ کرده و اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند ایران و ونزوئلا و آرژانتین به کشورهای جهان چهارم می پیبندند. خب ببینید ام دو نوع تفکر پس در بین سران دنیا حاکم هست همین تفکری که در دوبی حاکم بوده در زمینه توسعه اقتصادی دقیقا همین تفکر در کشورهای مثل سنگاپور و کشورهای سوئیس هم حاکم بوده است من خاطرم هست که یک دوست ایرانی داشتم که در اروپا زندگی میکرد وقتی من ازشون پرسیدم که چطور مثلا از دانمارک مهاجرت کردند به سوئیس ایشون پاسخ داد که روح تجاری و جو تجاری که در سوئیس هست مثلا در دانمارک و سایر کشورهای اروپایی نیست ببینید پس در میان کشورهای اروپایی هم تفاوت‌های فرهنگی و سیاستگذاری جدی وجود داره خب ولی مشکل اینجاست که این نوع فرهنگ تجاری در ایران بیش از هر کشوری در دنیا سابقه داره یعنی ایران به عنوان اولین کشوری که در دنیا ایجاد شده از سابقه سیاستگذاری و از سابقه حکمرانی خیلی گسترده‌ای برخوردار هست و, و, به همین صورت ایرانیان از سبقه تجارت بسیار عمیق و گسترده ای برخوردار هستند مثلا اگر شما تشریف برید به شرق افریقا می بینید که مردمی مثلا در تانزانیا و زنگبار حضور دارند که اینها حتی محلی ها هم اینها رو به عنوان ایرانیان میشناسند و امروزه ثابت شده که ژن ایرانی در کشورهای شرق افریقا حضور داره و به همین صورت ایرانیان تجارتهایی رو در گذشته های دور به کشورهای آسیای جنوبی و آسیای شرقی و حتی تا کشورهای چین و ژاپن هم اقدام به تجارت کرده بودند اما خب عرض کردم خدمتتون از یک زمانی به بعد تصور ایرانیان از توسعه تغییر پیدا کرد یعنی تصور ایرانیان این نبود که این توسعه و این تجارتی که ما انجام می دهیم در جهت افزایش کیفیت زندگی و استانداردهای زندگی باید باشد یعنی ایرانیان دلخوش بودند اگر میتوانستند یک خودرویی که در دهه های 1980 از کشور امریکا شرکت فورد در اختیار شرکت کیا در کره جنوبی قرار داده همون تکنولوژی رو بگیرند بیارند داخل کشور خودشون اقدام به شبیه سازی و منتاج بکنند و در نهایت به عنوان افتخار ملی سعی کنند این خودرو رو که از کمترین استاندارد ایمنی برخوردار هست به کشورهای دیگر تحت عنوان خودروی ایرانی صادر کنند ببینید این دو فرهنگ تجاری و اقتصادی کاملا متفاوت هست فرهنگی که بر کیفیت تاکید داره در مقابل فرهنگی که اتفاقا در تعارض با کیفیت قرار میگیره میگه پراید مال خودم باشه پراید خودم بهتر از بنز خارجی است بهتر از هیوندای خارجی است بهتر از تویوتای خارجی است و من مطمئنم که بسیاری از ایرانیان چه در ایران چه در خارج از ایران در تعارض جدی با فرهنگ تجاری گذشته ای ایران قرار میگیرند ویروس چپروی و ویروس دولتی سازی متاسفانه در کشور ما گسترش پیدا کرده در مغزها رسوخ کرده و اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند ایران و ونزوئلا و آرژانتین به کشورهای جهان چهارم می پیوندند این در حالی داره صورت می گیره ما در حالی امسال دوازدهمین سالی هست که روند سرمایه گذاری در کشور ما منفیه و چهارمین سالی هست که خالص سرمایه گذاری در کشور ما منفی شده متاسفانه و در شرایطی هستیم که از نظر جمعیتی دچار مشکلات جدی شدیم و سیاست گزار ما تخیل میفرماید که اگر وام ازدواج بدهد ازدواج صورت میگیرد و اگر وام فرزند آوری بدهد فرزند آوری صورت میگیرد در حالتی داریم این شرایط رو در کشورمون جلو میبریم که کشور بنگلادش در سالهای گذشته به شدت توسعه پیدا کرده کشور پاکستان چند سالی توسعه زیر بسیار خوبی داشته کشورهای آفریقایی مثل بوتسوانا الان قطعا از کشور ما کشور عزیز ما جلوتر هستند من نمیخوام دیگه اشاره کنم به مالزی و حتی اندونزی و حتی مصر و حتی و کشورهای جنوب ش... سایر کشورهای جنوب شرق آسیا عزیزان من ما از همه دنیا داریم عقب میمونیم کشور ما داره روند معکوس رو میره ما کشوری داشتیم که 20 سال پیش 30 سال پیش همین وضعیت امروز کشور ما درش حاکم بود ویروس چپ روی و ویروس سرمایه خاری رفاقتی و فساد در آن کشور هم در جریان بود کار به جایی رسید که فقط یک شهر اون هم مرکز این کشور باشه یا پایتخت این کشور باشه گسترش و رشد پیدا میکرد و نه شهر دیگر بزرگ این کشور در حال تخلیه و در حال فرار و در حال مهاجرت به بیرون بود این کشور امروز درگیر جنگ هست بله کشور اوکراین رو خدمت شما دارم مثال میزنم چرا ایران باید سیاست هایی رو در پیش بگیره که در گذشته در اوکراین اجرا شد و در نهایت به نجات پرستی و در نهایت به شکست انجامی است کشوری به نام اوکراین در دنیا آینده ای نخواهد داشت امیدوارم که ما درس بگیریم